علان توفیقی پزشک و تلگر مسئله سیاسی از پاریس ما رو هم رویم آقای دکتر توفیقی به نظر میرسه که خب حکومت در همه حوزه ها در زندگی مردم راهکارهای امنیتی رو قرار هست که پیشنهاد بده و در پیش گرفته پزشکان و کادر درمان هم گفتن که اگر باورمندی ندارن باید گزارش بدن شهروندان به همدیگه این به چه معنازایی این به نوعی تفتیش عقاید مردم نیست؟ بله دقیقا مصداق بارز تفتیش عقاید هستش که نه تنها بر اساس اصول اخلاق عمومی و اخلاق حرفه‌ای و قوانین بین‌المللی یک امر مذموم و ناپسندیده است بلکه حتی بر اساس خود قانون اساسی جمهوری اسلامی که اصل 23 تفتیش عقاید رو ممنوع کرده و گفته که هیچ کس رو نباید بر اساس اعتقادی که داره مورد تعرض قرار داد یا مورد بازخواست قرار داد با همین هم در واقع در تناقض قرار میگیره ببینید اگر این طرح واقعا کارشناسی شده بود و مبتنی بر اصول علمی نباید با این روش های پلیسی و اطلاعاتی و امنیتی میرفتند دنبال اون البته تفتیش عقاید در جمهوری اسلامی موضوع تازه ای نیست و کاملا همه مردم ایران اون رو احساس کردن در فرم گزینش یعنی شما حتی اگه یه کار ساده ای بخوای انجام بدید که کار دولتی هم نباشه باز به نوعی مجبور هستید که این تفتیش عقاید رو بپذیرید البته از یک بعد دیگه به نظر من قابل بررسیه ببینید آقای خامنه ای دو سه هفته پیش گفت که خدای ما خدای سال 60 و احتمالا میخوان به همون روش ها برگردن در سال 60 آقای خمینی سراحتا از مردم خواست که همشون تبدیل بشن به دستگاه اطلاعاتی و چشم های نظام و حتی از پدر و مادرها خواست که در واقع فرزندان خودشون رو اگر باور هاشون متفاوت هست با جمهوری اسلامی اون رو به مراکز امنیتی کمیته ها و کلانتری ها گزارش به گزارش بدن بنابراین من فکر می کنم که این یک روی کرد تازه در جمهوری اسلامی هستش که نه تنها در مباحث سیاسی بلکه در مسائل اجتماعی هم دارن میرن به سمت رویکرد های امنیتی آی توفیقی این موضوعی که شما بهش شرکت کردید همین های امنیتی و پلیسی در حوزه بهداشتی چقدر میتونه جوابگو باشه ببینید اصلا پاسخگو نیست بخواید من این رو میخوام بهش اشاره بکنم که بحث بحران جمعیت فقط مختص ایران نیست بسیاری از کشورها با مسئله پیری جمعیت مواجه هستند و باید کشور ما هم برای این حتما یک راه حلی پیدا بکنه اما مسئله اینجاست که یک اصطلاحی هست که میگه اگه میخوای یک حقیقت رو خراب بکنی به ابتزالش بکشی لازم نیست به اون حمله بکنی کافی از اون بد دفاع بکنی این روش ها این رویکردهای پلیسی و امنیتی به نظر من نوعی دفاع بد از یه کاری هستش که باید بر اساس اصول علمی در کشور ما هم انجام بشه ببینید افزایش جمعیت و یا جوان کردن جمعیت آرزوی بسیاری از کشورها چه در اروپا و در آسیا و همه جای دنیا هستش اما باید توجه داشت که قبل از جوان کردن جمعیت و مهمتر از جوان کردن جمعیت بحث در واقع فراهم کردن زیربناها و اون زمینهای لازم برای توسعه جمعیت هستش همین الان جمهوری اسلامی 84 میلیون جمعیت رو به فلاکت رسونده بیش از 60 تا 70 درصد مردم در فقر به سر میبرن حالا تصور بکنید بخوایم جمعیت رو هم افزایش بدیم و به خاطر همین هستش که به نظر میاد که واقعا در نظر نگرفتن اون ضرورت هایی که باید حتما به عنوان پیش نیاز مثل راه مثل توسعه مثل مدرسه مثل بیمارستان وقتی اینها رو شما در نظر نگرفته باشی وقتی وضعیت اقتصادی مردم بد باشه این روش های پلیسی جواب نمیده من فقط یک جمله رو هم اضافه بکنم بله این این کارهایی که اینها دارن میگن این روش های پلیسی همکاران ما در برابر اصول اخلاق حرفه‌ای و قسمی که برای علم خوردن هم مسئولیت دارن که من ممنونم از شما زیر پا نخواهم ممنونم از شما دکتر علان توفیقی پزشک و تحلیلگر مسئله سیاسی از پاریس